بسم الله الرحمن الرحیم. دانش آموزان کلاس نهم توجه داشته باشید، جلسه گذشته در مورد نابرابری و نامعادله ها من تدریس کردم. امروز میخوام نحوه رسم نامعادله ها روی محور اعداد را به شما یاد بدم. سوال به من اینه میده، هر یک از مجموعه های زیر را روی محور اعداد نمایش دهید. خب اول مجموعه را که به من داد، میگه یه مجموعه دارم به این صورتی، آ مساوی با ایکس، عضو آر به طوری که منفی دو کوچکتر از ایکس و ایکس هم کوچکتر از سه. حالا من میخوام اینه رو محور اعداد نمایش بدم. یه مجموعه هست، اگر شما اینه یک محور در نظر بگیرید، این یه محور، اینجا را من صفر انتخاب کردم، مثبت یک، مثبت دو، مثبت سه، مثبت چهار، مثبت پنج، مثبت شش، منفی یک، منفی دو، منفی سه، منفی چهار، منفی پنج. ابتدا نگاه به این دوتا عدد رو نگاه میکنم، میام منفی دو و مثبت سه را روی نگاه میکنم ببینم کجا هست، میبینم منفی دو اینجا، یه گردی میذارم رو منفی دو، یه گردی هم میذارم رو مثبت سه. خب حالا اینا را به هم وصلش میکنم، بفرمایید. حالا اینا ایکس های من است، اعداد حقیقی با آر نمایشش میدن به مجموع اعداد گویا و گون، یا به طور کلی عددهای طبیعی، عددهای حسابی، عددهای صحیح، عددهای گویا و اعداد گون را با این نمایش میدن. تو درس‌های گذشته من در رابطه با این صحبت کردم، حالا نحوه رسمش صد درصد هم تو امتحان داری سوال. حالا بعضی وقتا به این صورت سوال به شما میده، نگاه، معادله زیر را حل کنید و اون را روی محور نمایش بدید. من اینو پاکش کردم، نگاه، اینو پاک کردم، صفحه 93 کتاب، مجموع جواب های نامعادله های زیر را به دست آوری و آن را روی محور اعداد نمایش دهید. نگاه، اینه به من داده، دو ایکس به اضافه یه هفت بزرگتر یا مساوی با 15. خب حالا توجه
داشته باشیم. هر دانش آموزی معادله را بلد باشه نامعادله میتونه حل بکنه. هر دانش آموزی معادله بلد باشه نامعادله را حل بکنه. قبلا تو معادله میدی گفتن مساوی، حالا میگن بزرگتر یا مساوی. نگاه، بزرگتر خطی که کنارش ماله یعنی مساوی، یعنی خود عددی هم جزو مجموعه تو هست. ببین من میام معلوم مجهول میکنم، مجهول ها را سمت چپ نگه میدارم، معلوم ها را میارم سمت راست. مجهول هرچا که متغیر داشته باشه مانند x, y, z حروف لاتین داشته باشه بهشون میگن مجهول. پس یه مجهول من هست این دو x، بزرگتر و مساوی خود 15 سمت راست من میشه. حالا این اصلی بر بلندش میکنم میارمش اینجا. اگر عددی از سمت چپ انتقال پیدا کنه سمت راست تغییر کنه، و اگر عددی از سمت راست انتقال پیدا کنه بیای بر بازم تغییر کنه، این میشه منفی 7. دو ایکس خودش بزرگتر یا مساوی؟ 15 تا که 7 باشه برگروه میشه هشت. حالا x بزرگتر یا مساوی، حالا طرفین بر ضریب x تقسیم میکنم، ضریب x من چند؟ 2 هست. 8 تقسیم بر 2 برابر با 4، پس x بزرگتر یا مساوی با 4. حالا داملش نگاه بکن، یعنی عدد دی با دو دی نمایش دامله را دی. ببین دی. حالا ما میخوایم دامله یه عدد مشخص کنیم که این داملش چه اعدادی است. دامله عددها را می نویسیم دی مساوی با x عضو A، x عضو A، آر هم اعداد حقیقیه، اگر کنارش خطی گذاشتن بخون با آر اشتباه نگیش. x عضو A به طوری که x بزرگتر از 4، x بزرگتر یا مساوی با 4، x بزرگتر یا مساوی با 4. خب من اینجا میام یه محور بست، بستی شد دامنه عددی من، یعنی x من از 4 بزرگتره، خود 4 هم جزء مجموعه ده. میگم آقا از کجا فهمیدی که عضو مجموعه است؟ میگم کنارش مساوی گذاشتم. حالا اگر یه محور باشه، ببین این یه محور، اینجا رو بذار صفر، این رو میذارم 1 2 3، این شد 4، این شد 5، این هم شد 6. حالا دامنه را نگاه بکن، x بزرگتر یا مساوی با 4، x بزرگتر یا مساوی 4، من یه گردی میزنم رو 4، یه گردی گذاشتم رو 4، این گردی را توپر میکنم. چرا؟ میگه آقا کنار این مساوی که گذاشته، یعنی گردی تو باید توپر باشه. به چه معنایی هست که گردی رو توپر میکنه؟ این آقا عدد 4 هم خودش جز مجموعه تو هست، این تو امتحان داری، یه نمره هم تو امتحان همین داره خودش، یه نمره تو امتحان داره،
رسم نامعادله حالا گاهی ممکنه کسبی به من بده، گاهی ممکنه سوالی که به من بده کسبی باشه، من اونو پاکشم. گاه اینو من پاکشم. یه تمرین کسی حالا دارد حل میکنیم. نگاه X سوم منهای یک دوم کوچکتر از خط کسی X منهای یک روی شیش زمان دیدی ما زمانی که معادله با ما میداده من معادله کسبی را از حالت کسبی میارمش بیرون، یعنی کاری میکنم که مخرج نداشته باشه، از حالت کسبی میارمش بیرون، میام بین 3, 2, 6 که میمیم اونها را پیدا میکنم. نگاه بین 3, 2, 6 این دوتا عدد اوله میشه 1، ولی عدد 6 هم به 2 بخش وزیره، هم به 3 بخش، خودش انتخاب میکنم به عنوان مخرج مشترک که حالا اسمش گذاشت کمی. من اینه به عنوان مخرج مشترک اینه انتخاب کرد، 6 انتخاب کرد. حالا دونه دونه 3 شده 6، چند برابر شده؟ 2 برابر شده. صورت این هم ضرب در 2 می کنم، 2 1 2 x منهای 2 شده 6، 3 برابر شده، پس این هم 3 برابر 3 1 3 2 کوچکتر از 6 شده 6، چند برابر شد؟ 1 برابر 1، یه بار در x ضرب بشه یه بار هم در منفی 1 میشه x منهای 1. از حالت کسری بیرون آمد. نگاه ابتدا از حالت کسری، ابتدا از حالت کسری آن را بیرون بیاوریم. یه اولین کاری که یه دانش آموز باید انجام بده. خب ببین، ابتدا از حالت کسری بیرون شوردم دیگه، این معادله که از حالت کسری به دست اومد، حالا دارم معادله رفتم با تفاوت این که علامت کوچکتر و بزرگتر گذاشتم. ببین این 2x خودش این 2x خودش کوچکتر از x، البته دو تا عدد مجهول دارم، یکی سمت راست یکی سمت چپه، منهای x کوچکتر از منفی 1 مثبت 3. یه عدد از سمت چپ بلند شد رفت سمت راست، علامتش شد مثبت، اینجا علامتش مثبت انتقال پیدا میشه منفی. حالا یه عدد مثبت دارم یه عدد منفی دارم، از هم چپ میشه 1x. حالا یه دانش آموزی چی یه کوه بذاره چه بذارش، چه مشکلی هم نداره. اینجا یه عدد مثبت دارم یه عدد منفی دارم، بفهم این جواب. حالا دامنش هم که بخوایم بسیم بخوایم دی
X عضو آره، به طوری که X کوچکتر از دو باشه. حالا من یه محور رسم میکنم، شما توجه داشته باشید. این یه محور، اینجا را من صفر انتخاب میکنم، منفی یک، منفی دو، مثبت یک، مثبت دو، مثبت سه، مثبت چهار. حالا ایکس های من کوچکتر، چون کنار این مساوی نزده، گرده من تو خالی تو پر نیست. بفرم از اینجوری که گرده میذارم رو دو، یه عدد های من هست، یه طرفش بسته است، یه طرفش بازه، یه طرفش بسته است، یه طرفش بازه. حالا به سوال بعدی توجه داشته باشیم، به این سوال توجه داشته باشیم. اینا من پاکش کردم، اینا پاکش کردم، سه پرانتز باز داخل پرانتز ایکس منای پرانتز بسته بزرگتر یا مساوی با دو ایکس به اضافه یک. خب اینجا شما توجه داشته باشید که پرانتز پیدا شده. من اولین کاری که انجام میدم یه عدد یه بار در ایکس ضرب میکنم، یه بارم در ایکس ضرب میشم تا از پرانتز بیاد بیرون. مثبت در مثبت، مثبت میشه سه ایکس، مثبت در منفی، منفی سه ایکس، بزرگتر این مثبت. این هم خودش میشه دو ایکس. حالا مجهول، من دو تا مجهول دارم، یکی سمت چپ نامساویه، یکی سمت راسته نامساویه. این خودش می نویسم، این سه ایکس می نویسم، این مثبت میاد این بر میشه منفی دو ایکس، بزرگتر نامساوی با یک به اضافه سه. یه علامت از این بر انتخاب شده بود. یه عدد مثبت دارم، یه عدد منفی دارم، از هم کم کردم، بزرگتر بزرگ با چهار. خب حالا دامنش می نویسم را دی مساوی با ایکس عضو آر، به طوری که x بزرگتر از بزرگتر یا مساوی با چهار. حالا میگه اون محور اهداف برام نمایشش. اگر این یه محور اهداف باشه، این یه محور اهداف باشه، اینجا بذارم صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، منفی یک، منفی دو، میام یه گردی رو چهار پیدا کنم. خب این گردی ما رو چهار قرار میده. حالا آیا گردی باید توپر باشه یا تو خالی؟ میگم توپر. میگه آقا از کجا متوجه شدی که توپره؟ چون کنارش مساوی است، یعنی خود چهار هم جزء مجموعه تو هست. بیا یه بیما تو پره، این سوال امتحانت رد خورم نداره، یه نمره هم داره. خب سوال بعدی رو توجه داشته باشیم، سوال بعدی رو توجه داشته باشیم.
من میام این سوالم رسم من اینو پاکش کردم. بازم در صفحه 93 کتاب اینا تمام تقریبه کتابه که من حلش میکنم و اداره چه اداره سوال بده به چه خود من سوال به شما بدن. من سوال تو کتابه، خارج از کتابم سوال داده نمیشه. ببین اینه به من داد. حالا دو پرانتز باز x منهای سه پرانتز بسته به اضافه 5 کوچکتر از منفی x منفی x به اضافه 5. خب من اولین کاری که انجام میدم میام از حالت کسبی آن را بیرون دارم. میام از حالت کسبی آن را بیرون دارم. باز عین تمرین قبلی این یه بار باید تعریف زد بشه، یه بار هم باید تعریف زد بشه. اینجا یک زدی بشه مثبت در مثبت 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 دو ایکس مثبت در منفی 6 به اضافه 5 کوچکتر از منفی ایکس به اضافه 5. حالا دو تا مجرور دارم، یه دونش هم یه دونش اینجا منفی این دو ایکس خودش دو ایکس خودش منفی یک میاد درش مثبت یک ایکس. گفتم چه من یکو بذارم چه نذارم، کوچکتر از مثبت 5. حالا از این بر شما دقت بکنید، جواب این همینجا پیدا بکنید میشه منفی یک. یه عدد مثبت یه عدد منفی از هم کم بکنید علامت عدد به ظاهر بکنید چون مثبت یک. حالا سه ایکس کوچکتر از 6 x کوچکتر از 6 به روی 3 مساوی با 2. خب دامنه چه میگه بنویس؟ میگم d مساوی با x عضو r به طوری که x بزرگتر از x کوچکتر از 2 x کوچکتر از. حالا میام رو محور اعداد مشخصش میکنم. این یه محور اعداده، این یه محور. حالا x کوچکتر از 2 اگر من اینجا را صفر انتخاب کنم 1 2 3 4 این برم منفی 1 منفی 2 منفی 3. حالا x کوچکتر از 2 بیا کوچکتر از 2 یه عدد هست، یه طرفش بسته است یه طرفش بازه. این صفحه 93 کتاب. حالا به این تمرین هم توجه داشته باشید، یه الفش بود، حالا بهش نگاه بکن من حل میکنم.
Cine poate șterge? ساره بش سه x منهای دو x سه منهای دو x بزرگتر یا مساوی با پنج پرانتز سه منهای دو x سه منهای دویست. حالا اینجا توجه داشته باشید. خب من این خودش می‌نویسم. نگاه سه خودش منفی دویست هم خودش بزرگتر یا مساوی با بزرگتر یا مساوی با اینجا باید دانش آموز اینه یه بار دری زرد کنه یه بار هم باید دری زرد یه بار دری زرد کنه مثبت هم مثبت مثبت پنج ستاشو پونزه مثبت هم منفی منفی پنج دوتا در ایکس خب این معادله که من معلوم مجبور میکردم حالا این منفی دو ایکس خودش این منفی دو ایکس خودش منفی ده ایکس میشه مثبت ده ایکس بزرگتر یا مساوی با پونزه خودش مثبت سه میروه میشه منفی سه حالا یه عدد مثبت داریم یه عدد منفی داریم از هم کم شد میشه هشت ایکس مثبت بزرگتر با مساوی با دوازده ایکس بزرگتر بزرگتر با مساوی با دوازده هشتم که مساوی با سه دوم میگه آقا چجور شد سه دوم میگن اینه به چهار ساده کردن سه چهار تا دوازده اینم به چهار شد دو مساوی با سه دوم حالا داملش دی مساوی با ایکس عضو آ به طوری که ایکس بزرگتر یا مساوی بزرگتر یا مساوی سه دوم حالا اگر فرض رو بگه سه دومم رو محور مشخص کن میگم بفرمایید اگر این یه محور باشه این یه محور اینجا رو بگی صفر مثبت یک مثبت دو مثبت سه منفی یک منفی دو منفی سه حالا اگر این دانش آموز سه را تقسیم بر دو کنیم میشه یک کنیم اینجا قرار میگیریم و این سه دوم یا یک کنیم یا هر واحد به دو قسمت تقسیم میکنیم میتونیم پیداش بکنیم حالا این هم دو قسمت کن میشه یک دوم دو دوم سه دوم یا محور تقسیم بندی بکن بفرم اگر من یه نقطه وسطی بذارم این میشه یک دوم این میشه دو دوم که برابر با یکه این هم میشه سه دوم این هم میشه سه دوم و هم میشه چهار دوم که برابر با دو هست حالا بزرگتر هست این میشه این میشه بزرگتر این میشه بزرگتر یا مثلا گردی ما توپره چرا توپره؟ چون کنار این مساوی زده حالا اگر دانش آموز دیگه نخواد نمره این ازش بگیره دیگه از تقبلی خودش حالا توجه داشته باشید یه تمرین کسری دیگه هم به این داده
من اینو پاکش میکنم. این تمرین هم خط کسری، صورت خط کسری وان منای سه به روی چهار، منای یک بزرگتر از وان دو. خب اینم میاد ابتدا از حالت کسری میادنش بیرون، از حالت کسری مخرج مشترکی، کسی که مخرج نداره مخرجش میگه مخرج مشترکی را که می میشه در نظر بگیر که می برابر با چهاره. حالا چهار شده چهار، چند برابر شده یه برابر، این هم میشه یک بار، یک بار هم منایسته منایسته یک شده چهار، چهار برابر شد چهار یکی هم چهار، کوچکتر از دو شده چهار، دو برابر شده، این هم باید دو برابر شد. حالا میام چهار میکنم، متغیرها یا مجموعه رو میارم سمت چهار یا اینه بلند بکن ببرم، برای هیچ فرقی هم نمی کنه در عوض بفرم. من وای رو نوشتم، منفی دو وای بزرگتر از منفی سه با منفی چهار، منفی هفت رو بایدش مثبت هفت، یعنی معلوم مجموع کردن دانش آموز باید بلند باشه. خب حالا توجه داشته باشه، اینجا میشه منفی وای که قبل ذریعه یک بزرگتر از. حالا اگر یه کامانی داره، اگر طرفین تساوی را بر عدد منفی تقسیم کنید، نگاه این یک تمرینی که قبلا من گفته بودم، اگر دو طرف یک نابرابری را در عدد مثبت مانند 30 یا ضرب یا تقسیم کنید، نابرابری برقراره. اگر دو طرف را بر عدد منفی تقسیم کنید، جهت تغییر پیدا می‌کند. جهت تغییر اینجا تقسیم بره منفیه، این میبینی منفیه که این هم منفیه، این هم میشه تقسیم بره منفیه. حالا شروع منفی در منفی میشه مثبت منفیه هفت. خب دوباره این سوال توجه بشه، حالا سوال بعدی رو دقت کنید. این به این صورت بوده، حالا در عکس میشه. اگر طرفین تساوی را بر یک منفی تقسیم یا ضرب کنیم، جهت نامعادله تغییر میکنه. حالا من یک تمرین دیگه حل میکنم مشابهی که شما توجه کنید بهتر میتونه اینا را پاک کنم. اینو من میکشم. خب ببینید منفی دو را منفی دو
منفی کیو به روی 4 کوچکتر یا مساوی با خط کسری 1 به اضافه کیو به روی 3. به روی 3 را شما توجه داشته باشید. اول از حالت کسری میارمش بیرون. گفتم هر دانش آموزی معادله را بلد باشه میتوند مخرج مشترک، اولا کسری که مخرج داره مخرجش یک، حالا کرمیمی یا مخرج مشترک 1 و 1 = 4 چون بر هم بخش پذیر نیست در هم ضربش میکنم 4 تا 12 کرمیمی شد 12 کرمیمی همون کوچکترین مخرج مشترک بین داره 1 = 12 چند برابر شده 12 پس اینم باید 12 بشه منفی 2 تا 12 میشه 24 منها حالا 4 = 12 سه برابر شده منفی 3 کیوب کوچکتر یا مساوی 3 = 12 4 برابر شده 4 = 1 4 به اضافه 4 خب اینجا دانش آموز دیگه از حالت کسری آوردش بیرون حالا که از حالت کسری اومده بیرون دیگه مشکل نداره مجهولا را من می‌نویسم نگاه منفی 3 کیو منفی 4 کیو میدونی چرا شد منفی؟ چون از سمت چپ نامساوی بلند شد اومدی و جهت کوچکتر یا مساوی با 4 خودش به اضافه 24 جواب این دوتا میشه منفی 7 کیو کوچکتر یا مساوی با 28 اگر طرفین نامساوی رو بر عدد منفی تقسیم کنیم جهت تغییر جهت نابرابری تغییر میکنه پس اینجا x کیو کوچکتره حالا میشه این تقسیم بر منفی 7 این هم تقسیم بر منفی 7 جهت ما تغییر میکنه نگاه بفهم این میشه منفی در منفی مثبت کیو بزرگتر یا مساوی با مثبت در منفی منفی 4 بشه شد منفی 4 حالا x بزرگتر یا منفی 4 حالا من دامنش میخوام بنویسم دامنش d مساوی با x عضو r به طوری که حالا چون عدده ما میشه چی؟ کیو عضو اگر شما دقت بکنید کیو را چون قبلا ایکس بوده من تو داخل میشه کیو چون مجهول ما را کیو دارم به طوری که کیو عضو آر و کیو بزرگتر یا مساوی با منفی 4 این دامنه عددهای ما عدد ما بزرگتر یا مساوی منفی 4 حالا اگر به من بگه اون محورم مشخص بکن این یه محور شما در نظر بگیرید اینه یه محور در نظر بگیرید اینجا بذاریم 0 منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4 مثبت 1 مثبت 2 مثبت 3 الاخر یه گرده میذارم رو منفی 4 این گرده این گرده رو من توپرش میکنم میگه بره چی میگه آقا کنارش مساوی زن حالا کیو بزرگتر از منفی 4 بزرگتر از منفی 4 منفی 3 هست
منفی 3 هست، منفی 2 هست و الان آخر. حالا من یه تمرین دیگه حل میکنم تا شما بهتر متوجه شید. عبارت کلامی زیر را من لاکش کردم. اینه من کار کردم. عبارت کلامی زیر را به زبان ریاضی بنویسید. به زبان ریاضی بنویسید. اگر پول علی را سه برابر کنی، اگر پول علی را سه برابر کنی، حداقل 300 تومان، حداقل 300 تومان از دو برابر پولش، از دو برابر پولش، از دو برابر پولش بیشتر می شود. خب اگر من پول علی را بگیرم ایکس، اگر من بیام پول علی را بگیرم ایکس، پول علی را گرفتم ایکس، نگاه، پول علی مساوی با ایکس، سه برابرش بکن میشه سه ایکس. اگر پول علی را سه برابر که حداقل 300 تومان از دو برابر پولش بیشتر میشه. پس اینجا من میتونم بنویسم بزرگتر یا مساوی با 2x به اضافه 300. خب دانش آموزان عزیز، من تا پایان صفحه 93 را حل کردم. انشاءالله و امید خدا جلسه آینده خط و معادلات خطی فصل 6 تدریس می شود. شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار شما. خداحافظ.